که پشت آن حرام است، یعنی باربری و اصلاح آن جواز ندارد، و موشی هم که بر آنها در هنگام زبح نام خداوند ذکر نمیشوند. این را گفتان است بر خداوند، به سودی آنها را در برابر این گفتانهایشان مجازات میکند. و گفتند آنچه در شکم این چهار بار می باشد، یعنی جنین و بچه، برای مردان ما اختصاص دارد و به زنان ما حرام است. اما اگر مدت آمد شود ایشان مرد و زن در آن شریکند، به سودی خداوند ایشان را در برابر این صفتشان که نسبت این احکام را به دروغ و خداوند می دهند مجازات می کند، حقا که او صاحب حکمت و داناست. بیگمان زیادکار شدند کسانی که اولاد خود را از روی نادانی جاهلانه کشتند و آنچه را خداوند به ایشان روزی گردانیده به گونه افترا بر خداوند به خود حرام کردهاند. ایشان واقعا گمراه شدند و هرگز رهیاب نبینند. و اوست که باقای چهتردار یعنی درختانی را که بر چهتر ساده میشوند و باقای به چهتر یعنی درختانی را که با پای خود ساده اند آفری و نیز درخت خرما و کشتها را با خوردنی های متنوعی آن و زیتون و انار را در شکل خود همانند و در مزه خود متفاوت از میوه آن شون به ثمر رسد بخورید و حق آن را در روزی که حاصل برداشته میشود ادا کنید و اسراف نکنید، حقا که خداوند مسرفان را دوست ندارد. از آنچه خداوند برای شما روزی داده است بخورید و اقوامهای شیطان رو پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمنی است آشکار. هشت جوره حیوان آفرید، از گوسفند دو راس نر و مادر و از گوز دو راس نر و مادر. بگو آیا خداوند دو نر را حرام کرده است یا دو مادر را، یا چوچه ای را که رحم دو مادر بر آن مشتمل است؟ اگر شما را شروع هستید به اساس علم به من جواب گویید.
ولا تتبع أهواء الذين
کاربری و نیز دهند که خداوند این را حرام کرده است بیاورید. پس اگر ایشان گواهی دادند، تو با ایشان گواهی مده و از هوای نفس کسانی پیروی مکن که آیات ما را دروغ پنداشتند و آنهایی که به آخرت ایمان ندارند و به پروردگار خود دیگران را برابر می کنند. تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بگو بیایید چیزهایی را که پروردگار شما با شما حرام کرده است بخواهم، این که با او هیچ چیزی را شریک نیاورید، با مادر و پدر خود نیکویی ورزید، اولاد خود را از ترس ناداری بکشید، ما شما و آنها را روزی میدهیم، به فحشا آنچه آشکارا باشد از آنها و آنچه پوشیده باشد نزدیک نشوید. نفسی را که خداوند حرام کرده است مکشید مگر به حق. این حکم را خداوند به شما توصیه کرد تا باشد که بفهمید. و به داره یکی نزدیک مشوید مگر به شیوهی که بهتر است تا به سن رشد خود برسد. پیمانه و وزن را با انصاف و خشونت کامل ادا کنید. ما بر هیچ کس باری را نمی گذاریم مگر به اندازه توان او، و چون سخن می گویید پس انصاف ورزید، اگرچه در باره خویشاوندان باشد، و به پیمان خدا وفا کنید و به این ترتیب به شما توصیه کرد تا باشد که پند پذیر شوید. بیگمان این است راه من راه راست، پس آن را پیروی کنید و راههایی را پیروی مکنید که شما را از راه او دور می سازد، و این ترتیب شما را توصیه کرد تا باشد که پرهیزگار شد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. صفت به موسى کتاب را دادیم تا به این وسیله نعمت خویش را بر نیکوکاران تمام کنیم و همه چیزها را تفصیل نماییم و تا هدایت و رحمتی باشد، باشد که ایشان به ملاقات پروردگار خویش ایمان آرند. و این کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم مبارک است، پس آن را پیروی کنید و از خدا بترسید تا باشد که مورد رحمت قرار گیرید. فقد جاءكم بينة من ربكم
ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. واقعاً که تا برای مناسب میشد ما را احیاتر از ایشان میدیدیم. واقعاً به شما حجتی از جانب پروردگار شما و هدایتی و رحمتی آمده است. پس کیست ستمگاه‌تر از کسی که آیات خداوند را تکذیب کند و از آن رو گرداند؟ به زودی کسانی را که از نشانه های ما رو میگردانند به بدترین عذاب سزا میدهیم به سبب آن که اعراض میکردند. بگو آیا غیر از خداوند کسی دیگر را به حیث پروردگار بجویم؟
در حالی که او پروردگار همه چیزهاست و هیچ کسی هیچ کاری را نمی کند مگر آنکه پیامد آن بر خود اوست و هیچ بردارنده باری دیگری را بر نمی دارد. سپس بازگشت شما به سوی خداوند است و او شما را به آنچه در آن اختلاف ورزیده آگاه می سازد. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم